ایوی جان، عرض سلام. باعث افتخارمونه شبی بسیار بسیار زیبا در شهر لس آنجلس با این حال به ما افتخار دادی اومدی با همون صحبت بکنی با طرفدارات و تماشاچیای عزیز تلویزیون های ستلایتی. ایوی رو عاشقشن، میخواستن شما رو ببینن. چه احساسی داری؟ بسیار خوب، بسیار خوب. اصلا احساسی یه خواننده میباید همیشه خدا خوب باشه، حتی با وجود مشکلات که در فیمابین کارها هست، ولی فکر کنم خواننده همیشه باید خودش رو، یعنی یه احساس خوبی رو در خودش به وجود بیاره. این نظر من، شاید کمی مشکل باشه برای خیلی ها، شاید هم کار ساده‌ای باشه برای خیلی ها، ولی برای من این لازمه بقای زندگی کاریم و زندگی خودم هست. بنابراین هر وقت شما از من بپرسی چطوری، حالت خوبه، بهترین جواب رو به شما میدم که بهتر از این نمیشه. Thanks God، بسیار بسیار خوشحالم. شوهر همه چی بر وفق مراد. وفق مراد، بسیار عالی. تماشاچی و طرفدارای ابی با این حال اگر نمیدونن تا الان، حتما میدونن. باید بدونین که ابی یکی از واقعا مهربانترین، خوشروترین انسان‌هایی که من تا حالا دیدم. من میگم از وقتی که خیلی جوان‌تر بودم شروع کرده بودم تازه به این کار به اصطلاح اینترویو کردن های سلبریتی های مختلف، خواننده های مختلف، هنرمندان های مختلف، ابی جان با آغوش باز اومدن و به من اجازه دادن که بیام میکروفونمو بذارم جلوشون و با کمال به اصطلاح با کمال احترام، با کمال تمرکز به سوالای من گوش کردن، جواب دادن. ابی جان خواهش می‌کنم، اصلا اینجوری نیست اصلا من واقعا چند تا برنامه که چندین برنامه که هست و در تلویزیون تپش دیدم و الان هم که با کنسرت رو کار میکنی، به نظر من بسیار شارپ هستی در کاری که انجام میدی، بسیار کارت رو میشناسی و به وجود کسانی مثل شما واقعا یواش یواش نیاز پیدا میکنه جامعه موسیقی ایرانی، به خصوص در خارج از ایران. و من بسیار خوشحالم از این که با تو به یک گپ نشستم. اون شهر هوای خوبی است، سعیم کردیم صحبت کردیم با کسرازان که محیط رو از استودیو و اینجور چیزا بیاریم بیرون که بتونیم یک صحبت در یک فضای آزاد و یک صحبت آزاد داشته باشیم. به هر حال بی‌نهایت خوشحالم که اینجا در کنارتون نشستم و بتونیم صحبتون رو ادامه. مرسی، باعث افتخارمه واقعا این یه همچین حرفای زیبایی رو از ذهن ابی آدم بشنوه. هر کسی که باشه خوشحال میشه. خب بینندگان عزیز، برگشتیم، برنامه رو با ابی عزیز ادامه میدیم. برنامه بسیار بسیار ویژه برای شما بینندگان عزیز تلویزیون های جهانی، طرفدارای ابی که عاشق ابی هستین. ابی جان این افتخار رو به ما داده امشب بسیار بسیار یادماندنی رو پلوی همدیگه باشیم. خوبی عزیزم؟ خیلی لطف داری، تشکر میکنم. ماشاءالله، مرسی که بازم به ما فرصت دادی. البته این رو به دوستان میگیم که ما چرا تغییر جهت دادیم. بله، از لس آنجلس رفتیم به اسپانیا. چه جوری شد؟ نه به اسپانیا علاقه نرفتیم، خب بله هوای خورده خنک شد، تصمیم گرفتیم یه خورده از این آتیش کنار استفاده کنیم، یه کاپشن هم بپوشیم. حالا این تغییر مدل ما به هر حال دربیش همه چی در واقع عوض شد. دقیقاً از لحاظ نیازم بود یه لحظه. دوستان همه بی جان هم خودم یه مقدار احساس کردیم که خب شب دیگه، خلاصه پاییزم هست و یه مقدار سوز داشت هوا و سعی داشتیم به هر حال چی نمیدونم، شاید جو مصاحبه اینجوری در واقع من خودم زیاد ندیدم در دوستان ایرانی. حالا شاید جذب زیبایی هم نباشه، من فکر می‌کنم به هر حال
سعی کردنش چیز بدی نبود. 100% نوآوری خاص خودشه. کلن من فکر میکنم که ما خودمون داریم صفا میکنیم، یه جبه بسیار میگم با صفا و دوست داشتنیه و فکر میکنم تماشاچی هم ابی جان لذت ببرن از یه تنوع، یه تغییر دکور، تغییر لباس و فشن. ماشاءالله ابی جان شیگول آخرین سیستم. نه زیاد فشنی نیستم. موسیقی شما رو که طرفدارات گوش میکنم، مخصوصا سیدی هایی که اواخر داری به بازار میده، خیلی سبک بین المللی داره. من اینو قبلا هم گفتم، خیلی از سبک های اسپانیش و لاتین رو من مخصوصا گیتارها، استفاده از این گیتارها رو من خیلی توش دارم میشنوم. مخصوصا آهنگ صدام کردی رو اگه مثلا اولش رو بله. اینا رو آیا شما فکر میکنین به ناخودآگاه به صراحت وارد موسیقی هنریتون شده یا واقعا خودتون هم علاقه دارین و خواستتون بوده که از این نوع موسیقی های بین المللی شما به اصطلاح ازشون الگو بگیریم و بیاریم وارد کارتون بکنیم؟ نه، من به طب به عنوان که کارم خوانندگیست، وظیفه من هست که به موسیقی باقی کشورها گوش کنم. حالا این کشورها میتونن کشورهای آسیایی باشن، میتونه موسیقی هندی باشه، میتونه موسیقی، شاید بعضی وقتا باور نکنید، من تلویزیون همین در این لس آنجلس تلویزیون کره‌ای رو باز میکنم و میبینم یک خانم یا آقای کره‌ای میخونه و واقعا توجه میکنم. حالا ممکنه اون لذت آنچنانی رو نبرم، ولی برای خودش یک موسیقی بسیار زیبایی است. 100% همچنان که برای کره‌ای ممکنه موسیقی من هم زیبا باشه، ولی به طب موسیقی یک حالت تبادل نظر داره. یعنی وقتی تو نیستی گم میشه افتاد، خاکستر میشه حریر مهتاب. اولین آیدلم کسی بود به اسم جیم موریسون. بله، دورز، اف کورس. Love me two times baby, love me twice today, love me two times girl, I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gone away. این مرد خدا بیامرزدش. البته این شخص بعد از بیتلز وارد زندگی شما جوانی من شد. پرو دیگه نشستم دارم موسیقی هنر لیلو مرور میکنیم. خواهش میکنم، افتخار از منه. لیلو جون، داریم یه فرصتی میدیم برای طرفدارای موسیقی پاپ ایرانی و یا حتی مهمتر از همه چی برای طرفدارای لیلا فروهر که دوباره با شما آشنایی نزدیکتری رو همینطوری ریفرش بکنن. برق داریم میزنیم، برمیگردیم تاریخ رو نگاه میکنیم، رسیدیم تا الان به قسمتی که انقلاب شد. خب انقلاب میشه توی ایران، شما به عنوان یک هنرپیشه، به عنوان یک خواننده بی نظیر چی کار میکنیم در ایران؟ در ایران دوران انقلاب. بالا من در اون زمان خب سعی کردم که برم یه مقداری موسیقی اصیل ایرانی کار کنم، حتی با اشای موسیقی تماس گرفتم. در اون زمان دیگه گفتن که ما داریم اینجا رو میبندیم، تعطیل شده. برای همین مجبور شدم برم پیش استاد تاج بخش، دستگاه های اصیل ایرانی رو کار کردم، اصلا آواز خوندن و اینکه چجوری باید آوازهای ایرانی رو بتونی بخونی. اصیل ایرانی، اصیل ایرانی. و ستار میزدم یه مدت زیادی، خیلی هم خوب میزدم. یادش بخیر پدرم خیلی لذت میبرد از اینکه من ستار بزنم. و بعد از اون لایسنس آرایشگری گرفتم، لایسنس خیاطی گرفتم. واو. خلاصه بیکار نبودم. ماشاءالله ماشاءالله. شما خودت برای خودت ماشاءالله چه عرض کنم، میتونی صحنه رو درست بکنی، کاستیوم ها رو درست بکنی.
و این باز یه نکته خیلی جالبی که الان باز به من راهنمایی کردی، هم موسیقی پاپ ایرانی رو شما ماشاءالله درش خلاقیت داری و تعلیم دیده ای، هم موسیقی کلاسیک ایرانی رو. بله. باز اینم کم دیده میشه. خب من میگم به خاطر اون چند سالی که در ایران بودم، اصلا از بچگی من علاقه من بودم که موسیقی اصیل بخونم.